سرخط خبرها و مهمترین ها. حمله به 4 گاسر طالبان در هرات، 18 کشته بر جا گذاشت. افزایش قاچاق مواد مخدر در زابل. لپید: هر اقدام لازم را برای دفاع از اسرائیل انجام خواهم داد. و رویداد سرنوشت ساز در راه است. منابع در ولایت هرات میگویند که روز دوشنبه 13 سرطان 4 گاسر حامل نیروهای طالبان در نقاط مختلف شهر هرات مورد حمله قرار گرفتند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه 8 صبح، تفنگداران ناشناس در 4 نقطه شهر هرات بر 3 گاسر کارمندان قول اردوی الفاروق هرات و 1 گاسر دیگر مربوط به پلیس میدان هوایی هرات حمله کردند. حملات در ساحات بلندآب نمبر 1 و سرجنگل شهر هرات صورت گرفته است. منابع از هرات به این روزنامه میگویند که نزدیک به 18 تن در این حملات کشته شدند. در همین حال منابع در شفاخانه حوضوی هرات میگویند که تاکنون 3 کشته و بیش از 20 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. طالبان به گونه مستقل این آمار را تایید نکردند. تاکنون مسئولیت این حمله را گروه بردوش نگرفته است. شهر هرات اکنون حالت نظامی به خود گرفته و رنجرهای طالبان در حال گشت زنی است. افزایش قاچاق مواد مخدر در زابل. منابع محلی در زابل میگویند که پس از تسلط طالبان، قاچاق مواد مخدر در این ولایت افزایش یافته است. با گزارش اسپوتنیک، یک منبع معتبر محلی در ولایت زابل روز دوشنبه 13 سرطان به رسانه ها میگوید که قاچاق مواد مخدر از این ولایت به کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران و پاکستان افزایش یافته است. با گفته منبع، همروزه یک گروه مافیایی در زابل از ساحات مختلف مواد مخدر کش شده را جمع آوری می کند و از مسیرهای ولایت قندهار و نیمروز و هرات به ایران قاچاق می کند. با گفته منبع، برخی از مقامهای طالبان با این گروه مافیایی هم دست هستند. این در حالی است که رهبر طالبان چند پیش دستور منع کشت و قاچاق مواد مخدر را صادر کرده بود. تازه عنقریب شاهد یک نشست بزرگ جبهه مقاومت ملی و سیاسیون در تاجیکستان هستیم. گزارش از تویتر یفتلی: نیرنگ تازه طالبان زیر نام دشمنی با داعش. گزارش از سایت رسمی جبهه مقاومت ملی افغانستان. گروه هراس افغان طالبان در 30 روز نشست فرمایشی که با حضور نمایندگان طالبان و هواخوان این گروه در کابل برگزار شده بود، نیرنگ جدیدی را به منظور سرکوب مخالفان و ترفند تازه را به هدف فریب جامعه جهانی روی دست گرفته است. این گروه دهشت پیشه با برگزاری نشست مهندسی شده خواست که برای سرکوب منتقدان و مخالفان رژیم ستمگر و استبدادیشان از نشانی علمای افغانستان مجوز شرعی به دست بیاورند و از سوی دیگر با این نیرنگ پشتیبانی جامعه جهانی را در مبارزه با داعش داشته باشند. در ماده 7 قطعنامه این گروه جنایتکار آمده است که با صدای بلند فریاد میزنیم که پدیده فتنه انگیزی به نام داعش خوارج عصر امروز و فرقه باطله است که در کشور اسلامی ما اشاعه فساد میکند و با آنها هر نوع کمک و رابطه داشتن شرعا جایز نیست. در پایان این اعلامیه آمده است: با این پیشینه بد طالبان، باور ما این است که این گروه جهان و مردم افغانستان را با دروغ نیرنگ مصروف ساخته تا زمینه را برای همبستگی هرچه بیشتر گروه‌های راستفگن در این کشور هموار نماید و سپس اهداف بعدی خود را که همانا ناامنسازی منطقه و جهان است دنبال کند. لپید: هر اقدام لازم را برای دفاع از اسرائیل انجام خواهم داد. یایر اپید، صدر اعظم سرپرست اسرائیل، روز یکشنبه 3 جولای 2023 در نخستین جلسه کابینه خود وعده سپرد که یک حکومت موثر و کارا را در اسرائیل رهبری خواهد کرد. آقای لپید که نفتالی بنت نیز در کنارش نشسته بود، با اشاره به سقوط 3 طیاره بی‌سرنشین گروه حزب الله لبنان توسط نظامیان اسرائیلی تاکید کرد که هر اقدام لازم را برای دفاع از اسرائیل انجام خواهد داد. قانونگذاران اسرائیلی روز پنجشنبه 30 جون 9 سرطان پارلمان و حکومت ائتلافی آن کشور را منحل اعلام کرد و یایر لپید وزیر خارجه را به حیث صدر اعظم سرپرست انتخاب کرد. حکومت نفتالی بنت، صدر اعظم پیشین اسرائیل که یک سال پیش به قدرت رسید، از همان آوان کار شکنن بود.
زیرا حکومت ائتلافی تحت امرش متشکل از 8 حزب متفاوت بود که شامل احزاب راست افراطی لیبرال ها و احزاب مسلمانان بود. اینک رای دهندگان اسرائیلی در کمتر از 4 سال بار دیگر در اول نوامبر به پای صندوق های رای خواهند رفت. آقای لپت تلاش دارد تا رای دهندگان اسرائیل را ترغیب کند که با اتخاذ دیدگاه اعتدالیشان در برابر بنیامین نتانیاهو که سال گذشته پس از بیش از 1 دهه قدرت برکنار شد استاده و به او فرصت بازگشت به قدرت را ندهند. نفتالی بنت صدر اعظم قبلی اسرائیل در همین تازگی ها اعلام کرده است که در انتخابات ماه نوامبر رقابت نخواهد کرد. یایر لیپید در روز شنبه با اولین آزمون صدارت در حال مواجه شد که گروه حزب الله تیاره های بی سرنشین را به سمت ساحه که اخیرا تاسیسات نفتی اسرائیل در بحیره مدیترانه در آن نصب شده بود پرواز داد. آقای لیپید در جلسه روز یک شنبه کابینه اسرائیل گفت حزب الله به مسیر دهشت افغانی خود ادامه می دهد و توانایی لبنان برای دستیابی به توافق در مرزهای آبی را تضعیف می کند. اسرائیل به محافظت از خود اتباعش و ثروتهایش ادامه می دهد. به نظر می رسد این اقدام تلاش از سوی حزب الله برای تاثیرگذاری بر مذاکرات با میانجیگری ایالات متحده بین اسرائیل و لبنان بر سر سرحدات آبی آنها باشد، منطقه ای که سرشار از گاز طبیعی است. لپت که پیش از این وزیر خارجه اسرائیل بود در چند ماه آینده به صفت صدر اعظم سرپرست خواهد کوشید تا برای دهندگان اسرائیلی ثابت کند که وی می تواند صدر اعظم مطلوب آنان باشد. او این هفته به پاریس سفر می کند و هفته آینده میزبان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود. رخدادهایی که به تقویت موقف او پیش از برگزاری انتخابات کمک خواهد کرد. دیپلماسی و تأثیر آن بر قدرت ملی افغانستان ادامه اش. یکی از وسیله های مختلف برای اعمال قدرت ابزار دیپلماتیک است یا تغییر نظام بین الملل و شکل گیری عرصه سیاست مبتنی بر اندیشه. در نتیجه توسعه تکنولوژی و جهانی شدن بر اهمیت دیپلماسی، دستاوردهای همکاری و سیاست قانع سازی در روابط بین الملل نسبت به دیگر ابزارهای قدرت افزوده شده است. در اسلام هم توجه زیاد به مفهوم دیپلماسی شده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم برای استحکام پایه‌های دین اسلام از دیپلماسی بهره فراوان برد. می توان از صلح حدیبیه و ارسال سفیر به مراکز قدرت‌های برتر زمانش یعنی امپراتوری‌های فارس و روم نام برد. اکثر محققان در مورد نقش قدرت و طبیعت آن اختلاف نظر دارند. از نظر محققان مکتب واقعی‌گرایی، رفتار بازیگران در عرصه سیاست، تلاش برای به دستگیری قدرت، حفظ آن و نمایش قدرت به منظور کسب اعتبار در نظام بین الملل است. آنها معتقدند که برخی سیاستمداران برداشت واقعی از قدرت ندارند و بجای این که علمی فکر کنند سطحی می‌اندیشند. در این زمینه آنها تناسب بین اهداف و وسایل را مهمترین موضوع می داند. از نظر آنها اگر دولت بدون توجه به ابزارهای قدرت خود اهداف بلند پروازانه را ترسیم کند، با آرمانگرایی منافع ملی کشور خود را به خطر می اندازد. از نظر آنها اهداف سیاست خارجی باید بر حسب منافع ملی تعریف شوند و منافع ملی بر حسب قدرت تعریف می شود. از نظر آنها آرمان داشتن عقلانی و انسانی است، ولی اصرار در انجام سریع و فوری آن بدون توجه به ابزار و وسایل قدرت ملی امر غیر عقلانی است. موضوع اصلی قدرت ملی یک دولت از 8 عنصر تشکیل شده است که عبارت از موقعیت جغرافیایی، وجود منابع طبیعی، جمعیت، قدرت نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی، رویه ملی و کیفیت دیپلماسی است. جزئیات این تحلیل یادداشت جالب را می توانید در ویدئوی دیگر ما دنبال کنید. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم.